مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکند. جلسه ششم، مبحث درس اخلاق، نگاهی تازه. 51 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مسیر تعالی انسان، در مسیر تکامل معنوی انسان، این کلمات رو ما بی حساب و کتاب البته استفاده نمی کنیم، ما با توجه به بحث های جلسات قبل، در مسیر آماده شدن انسان برای تحقق هدف خلقتش، یعنی آماده شدن انسان برای ملاقات با خداوند متعال، در این مسیر ما از وجود خوبی آغاز می کنیم. ما فطرتمون یک فطرت الهی است که گرایش‌های خوبی در وجود ما طبیعتاً هست، اما نقطه آغاز دیگر ما از حیث دیگری ایمان به خداست. چون ما وقتی می‌خوایم برای ملاقات با خدا آماده بشیم، هم باید به خدایی معتقد باشیم که برای ملاقات با او می‌خوایم آماده بشیم، هم باید به این خدا علاقه پیدا بکنیم، هم باید به این معتقد باشیم که هدف خلقت ما ملاقات این خداست. اینا همش اعتقادات دیگه. لذا چون ما برای هدفی خلق شدیم که اون هدف رو فقط با ایمان میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم، پس از یک حیث ما با ایمان آغاز میکنیم. ایمان هم هدف رو برای ما مشخص میکنه، هم هدف رو برای ما پرجاذبه قرار میده وقتی ایمان تقویت شد، و هم راه رسیدن به هدف رو با کشش هایی که در ما ایجاد میکنه و با گشایش هایی که در ذهنمون ایجاد میکنه، کشش هایی که در قلبمون و گشایش هایی که در ذهنمون ایجاد میکنه، ما رو به سمت اون هدف میکشونه و میبره. پس ما نقطه آغاز از حیث پایگاهی که درش ایستاده ایم نقطه خوبی فطرتمونه. نقطه آغاز از این حیث که اولین حرکتی که باید در ما صورت بگیره چیه؟ ایمان ماست، که هرچه ایمان رو تقویت کنیم، یعنی داریم حرکت میکنیم و به سمت جلو میریم و به اقتضای ایمان عمل بکنیم. اما از حیثیت دیگری که ما با چه مسائلی درگیر هستیم، ما باید این حرکت خودمون رو به سوی خدا از بستر دنیا انجام بدیم. خارج از فضای دنیا که نیستیم، که ما توی عالم خلاء که زندگی نمی کنیم، ما توی این واقعیت ها داریم دست و پنجه نرم می کنیم. من باید مدرسه، باید معیشت خودم رو تأمین کنم، باید نیازهای مادی خودم رو برطرف بکنم. بالاخره حیات در زندگی دنیای اقتضاعاتی داره، در زندگی فردی من، در زندگی اجتماعی من یه شرایطی رو پدید میاره. من از این بستر باید حرکت بکنم به خدا برسم. یه موجودی در خلاء نیافریده شده که او باید ایمان به خدا بیاورد و به سمت خدا اشتیاق پیدا بکند، بدون در نظر گرفتن محیط بیرونی. محیط بیرونی ما دنیاست. از این حیث که محیط بیرونی ما دنیاست، عمل به این ایمان، تقویت این ایمان در بستر خرابی صورت میگیره. خراب یعنی دنیا، دنیایی که میتونه ما رو خراب بکنه. خراب نه یعنی این که فی حد نفس خراب هستن، نه، اینا هم همه زیبایی هایی هستن که خدا آفریده، ولی دنیا یه جوریه که رابطمون با همین جناتون تجریم تحت الانهار رابطه خرابی میشه. در مرتبه وجودی خودشون این جنات، این درخت‌ها و باغ‌ها و تحت الانهار
در مرتبه وجودی خودشون خوبن، اما کمتر هم هستن نسبت به بهشت برین. اما قواعدی بر این عالم حاکمه که حالا به اون قواعد کاری نداریم، قواعدی بر این عالم حاکمه که این همینا ما رو خراب میکنن. از این جهت ما مجبور میشیم به یک اصل مهم دیگری برسیم. ما حالا خلاصه جلسات قبل رو نگفتیم، ما فقط یه خلاصه‌ای گفتیم که بحث امروزمون رو بندازیم. جلسه قبل هم داشتیم مثلا آخرین جلسه میگفتیم فرق ظاهر و باطن، خوب شدن یعنی هرچه باطنی شدن، به باطن عالم راه پیدا کردن، که خب در همون اصل ایمان که نقطه آغازینی بود که از اول بحث کردیم با اون تطبیق داره و نسبت به همه فعالیت‌های ما میتونه حضور داشته باشه. خب ما وقتی در این بستر باید حرکت کنیم، رشد کنیم، تعالی پیدا بکنیم، از این حیث وقتی نگاه بکنیم حرکت خودمون رو، اولین وظیفه ما قلع و قمع کردن بدی‌ها میشه، نه کسب خوبی‌ها. لذا می‌فرماید اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. همیشه باید مراقبت بکنیم ببینیم چی خراب شد. ما مأمور تعمیر و نگهداری هستیم انگار. اصل رو باید برای خودمون همیشه در نظر بگیریم. ما خراب شدیم، در حال خراب شدنیم، اینجوری باید ببینیم خودمون رو. با اینکه خوب هستیم ما، با اینکه خوبیم، ولی چون تو این دنیا داریم زندگی میکنیم و عملیاتی که میخوایم انجام بدیم برای سعه وجودی، برای رسیدن به ملاقات خدا، برای افزایش ایمان، برای جذب شدن هرچه بیشتر به این هدفی که استعداد جذب شدن بیشتر هم در وجود ما قرار داده شده، برای شکوفا کردن این استعداد ملاقات خداوند متعال که استعدادش بالقوه در وجود ما قرار داده شده، چون ما میخوایم این عملیات سعه بخشیدن، مستعد شدن رو در این دنیا قرار بدیم، اصل در فعالیت های این دنیا مبارزه با بدی ها میشه، نه به دست آوردن خوبی ها. مبارزه با بدی ها به دو هدف، به این هدف که خوبی های موجود خودمون رو حفظ کنیم و شکوفا کنیم، و به این هدف که خوبی های بیشتری رو به دست بیاریم. محور مبارزه با بدی هاست. اصلا انگار اخلاق اسلامی مبارزه با رذائله. نیم نگاهی هم آدم به کسب فضائل باید داشته باشه ها، ولی کسب فضائل هم انگار ماهیتشون در مبارزه با رذائل خودشون نشون میدن. بله ما نماز رو داریم. حالا من با یکی از سوره های قرآن که یک ترسیمی از این وضعیت رو به ما نشون میدن، جایگاه هر کدوم رو میبینیم که کجاست، اشاره هایی که خداوند متعال دارن به عملیاتی که ما باید انجام بدیم برای تعالی. ولی ما باید همیشه در نگاه به وضع خودمون این باشه، با اینکه فطرتمون درسته، وضعمون خرابه. کدوم خرابی حالا در ما رشد کرده؟ کدوم خرابی در وجود ما پدید اومده؟ اون خرابی رو باید جلوشو بگیریم و یه لحظه رها کنیم، این خرابی ها وجود ما رو پر خواهند کرد. من توی آفریقا رفته بودم، یک کسانی رو میدیدم که تو آفریقا حالت جارو زدن، مثلا جاروی بزرگی انگار دستشه، هی داره جارو میزنه. پیاده روی صبحی که از اون رزیدانس اومدم بیرون که برم مثلا یه قدمی بزنیم، دیدم نه این آقا جارو نمیزنه، این آقا علف درو میکنه، به داس بلندی دستشه. مثلا ما اینجا مأمور شهرداریم جارو میزنه، اونجا هر روز باید بیاد علف، چون علف ها میزنن اسفالتو میکنن، مثلا اونجا همه جا سبز است الا ما خرج به زور، به دلیل، به یه دلیلی مثلا اینجا سنگی بزنن که دیگه علف سبز نشه بشه زندگی کرد، یه جاهای خیلی سرسبزی. روح ما هم همینجوری به طور طبیعی بدی تولید میکنه. علت این هم که بدی تولید میکنه علتهای خوبیه ها، عجله داره انسان، شتاب داره، بی نهایت طلب، محدودیت گریزه، یرید الانسان لیفجر امامه،
انسان میخواد هر محدودیتی رو برداره، بعد این دنیا اقتضا داره که شما چرا میخواد هر محدودیتی رو برداره؟ برای اینکه به خدای نامحدود میخواد برسه. ولی از این طرف دنیا محدوده، به جای اینکه نامحدودیت طلبی خودش رو در ارتباط با خدا خواهی بخواد ارضا بکنه، نامحدودیت طلبی رو در ارتباط با همین دنیا شروع میکنه به ارضا کردن. یک ذره غفلت کنید از دستمون رفته. غفلت و ذکر هم به همین دلیل خیلی اهمیت پیدا میکنه. یک لحظه غفلت کنی یه خرابی رویده، و خرابی که رویده رو هم پذیرفتی، یعنی پذیرفتی به خاطرش هم اقداماتی انجام دادی. حالا بعضی وقتا این خرابی های روحی ما از خط قرمزها به نام معصیت عبور میکنه. خیلی از اوقات خرابی های ما از خط قرمز معصیت عبور نمیکنه. ما رندیم، ما بلدیم چیکار کنیم این خرابی رو تو خودمون نگه داریم از خط قرمز عبور نکنه. بدترین آدما، رزمترین آدما اونایی هستن که تقوای رندانه داشته باشن، نه تقوای خداپرستانه. تقوای رندانه کیا دارن؟ خدا توش نیست. ملاحظات اجتماعی، حتی ملاحظات فردی، میخواد اند آدمای نمازخون عالم باشه، اند آدم خوبا باشه، حب مقام معنوی داره به قول حضرت امام، میخواد به فلان مقام برسه. حالا تظاهرم نمیکنه، اینجور آدم ها ممکنه کسی رو آدم حساب نکنن که بخوام بهش تظاهر کنن. از تکبر تظاهر نمی کنه. خیلی انسان موجود جلبیه. آدم هایی که از تکبر تظاهر نمی کنن. چقدر جالبن. خب این غفلت یه لحظه صورت بگیره، آدم این بدی رو به رسمیت شناخته. این بدی ها معمولا کجا لو میرن؟ وقتی لو رفتن دیگه حالا درست شدنش دیگه به این سادگی نیست. این بدی ها کجا لو میرن؟ اونجایی که از خط قرمزی به نام معصیت عبور میکنن. اگر مدت زمان زیادی گذشته باشه، شما بدی نگه داشته باشید، این بدی رو لو نداده باشید، به عوامل فرعی کنترل کرده باشید، اون وقت دیگه محال شما برگردید توبه بکنید. بچه که نیستید که، اون توبه دیگه امکان اصلا نمی کنی، این کارو توبه نمی کنی. تظاهر نکرده چون کسی رو آدم حساب نمی کنه، خودش رو بیشتر از همه آدم حساب می کنه. از بس خودخواهه و کسی ارزش قائل نیست تظاهر نکرده، ولی بدی خودخواهیشو که نذاشته کنار، از هیچ خط قرمزی هم عبور نکرده، نه به خاطر خدا، به خاطر تأمین احوا نفسانی خودش. حالا این تلمبار شده، بالاخره از یه خط قرمزی عبور میکنه، ولی عبور کرد دیگه نمیتونی جلوشو بگیری. این پشتوانه خیلی با عظمتی داره. عمر صد نمیتونه توبه بکنه. عبیدالله ابن زیاد امکان توبه کردن بیشتر از عمر صد داشت. نظر من حالا بیشتر داشتن که حتما امام حسین اگه باش صحبت میکرد توبه میکرد. نه، مثلا چی بگم، عمر صد 1000% معلوم بود که توبه نمی کنه، عبیدالله 100% معلوم بود که توبه نمی کنه. چرا؟ چون این سابقه خوبی داشته عمر صد، چون تلمبار کرده، عصیانش و هواپرستیش رو یه جا میخواد بروز بده، جاهای دیگه هواپرستی نکرده و این هواپرستی توش هست، خودش نگر داشته اینو. اینا خیلی موجودات خطرناکی میشن. آدم بدای خوب چجوری خوب بد میشن؟ آدم خوبایی که بد میشن چجوری بد میشن؟ خیلی مهمه هر کسی جلوی بدیهای خودشو میگیره با خودش بشینه صحبت کنه برای چی جلوی بدیهای خودشو میگیره، به چه دلیلی. اون همه تسامح و تساهل و تغافل و ستر عیوب و گذشت و اینها برای چیه؟ برای اینکه به انسانها مهلت بده با انگیزه درست جلوی گناههای خودشونو بگیرن. شما حالا استاد اخلاقها و نظامات اخلاقی و همه اینا رو رها کنید، تقدیر الهی که مربی شماست رو ببینید، خدا چجوری با بنده‌اش برخورد میکنه. فرصت گناه میده،
زود داغون نمیکنه که شما بتونید انگیزه های عالی پیدا بکنی برای ترک گناه، بتونی خالصا لوجه الله گناه رو ترک کنی، حتی نه منفعت طلبان گناه رو ترک کنی همیشه. پس کی خودتو اصلاح میکنی؟ حتی ضرر میگذاره خدا تو کارهای خوب، تو ترک معصیت ضرر میگذاره خدا، درسته؟ ضرر میذاره تو شما به نیت خالص برسی. ببینی آقا من برای چی میخوام این گناه رو ترک کنم؟ چرا برام قیمت داره؟ همینجوری گناه ترک میکنی؟ خب برای چی؟ خب از محور اصلی بحث خارج نشیم. تکلیف اولیه ما چیه؟ ترک گناهه. همیشه خودمون رو متهم باید بکنیم، چون ما در بستر دنیا ما با هم نمیسازیم، ما باید خراب بشیم. آقا من و شما باید خراب بشیم، نمیشه باید خراب بشیم. وقتی خوب میشیم باید خراب بشیم، وقتی خوب نمیشیم باید خراب بشیم، باید خراب بشیم. بد شدن آدم های خوب رو خیلی باید بهش پرداخت. ببینید اونتا به شیوه درستا، نه به شیوه عقد گشایانه ای که غیر مذهبی ها علیه مذهبی ها دارن، عیب جویی هایی که علیه مذهبی ها دارن. این رو باید به طور جدی بهش پرداخت. چیکار باید بکنیم با این جامعه؟ الان شما نگاه بکنید، از اول انقلاب ما فرق بین مؤمن و غیر مؤمن رو دنبالش بودیم دیگه، هنوز تو این در نیومدیم بیرون. هنوز فکر می‌کنیم دوران کمونیستا و دوران بیدینای رژیم شاهنشاهی بین دیندار و یعنی مؤمن و غیر مؤمن باید فرق بگذاریم. نه، غیر مؤمن تموم شد رفت، حالا بحث سر مؤمنها بکنیم، نحوه ایمان داشتن، و بحث سر این که آقا همه بناشون رو باید بر این بگذارن که تو دنیا خراب میشن. ببینید اینو ما تلقیمون باید باشه. آقا شما جزء کدوم ها هستی؟ ما جزء خراب شوندگان هستیم. طبقه بندی یعنی چی؟ شما جزء خوبا هستی یا بدا هستی؟ آقا شما جزء خوبا هستی یا غیر خوبا هستی؟ ما جزء خراب شوندگان هستیم. باید اینو بگیم. یه وقت جامعه غیر ایمانیه، میگه جزء مؤمنین هستی یا جزء کافران هستی؟ خب تموم شد، اونو بذار کنار. واقعا ما الان کافر داریم به معنای غیر معتقد؟ نه دیگه، نیست، علمش نیست تو جامعه. انصافا ممکنه فردش باشه که تازه کافراش هم وقتی میان میخوان ما ایراد بگیرن، میگه این اون حکومتی که امیرالمومنین گفت. بابا تو با امیرالمومنین چیکار داری؟ بالاخره به ما که میرسه کار داده. اینه اون اخلاق پیغمبر، اینه اون قرآن، مثلا که حالا به تعبیر اون آیه قرآن اصلاتو که تعمل کرد نماز تو بهت گفته اینجوری بیاری، مثلا ایرادامونو میگیرن. مثلا تو قرآن اصلاتو که تعمل کرد بخاطر بت شکستن بود، ولی حالا اینجا اینجوری مثلا میان عیبامونو باهاش مطرح میکنن. آقا ما جزء خوبا هستیم یا بدا؟ جزء بدشوندگان هستیم، ما همیشه در حال بد شدنیم. اینو باید بنای خودمون بگذاریم. ما آدم هایی همیشه در حال بد شدن هستیم، چون تو دنیا داریم زندگی میکنیم، روحمون این جسممون در حال فرسودنه. مراقبت های ویژه، البته روح رو با مراقبت های ویژه میشه قوی ترش هم کرد، ولی جسم رو با مراقبت های ویژه سستیش رو میشه تأخیر انداخت. یا اینجوریه شما تو این، ببینید ما به سمت خدا تو این بستر حرکت میکنیم. این بستر رو حالا بشناسیم، صفات اخلاقی رذیله و فضیله خودشو نشون خواهند داد. این بستر اعم است از شرایط ثابتی که تو این بستر یعنی دنیا وجود داره، با شرایط متغیری که تو این بستر و شرایط وجود داره، اعم است از اون جنبه فیزیکالی که تو این بستر وجود داره، یعنی دنیا. همین دنیا معنی مادی کلمه، دنیا یعنی بخشش جسم توه که خسته میشی، معدت پر میشه، نیاز به تخلیه داره. اصلا انسان اینجوری نیست، ما پذیرفتیم اینا رو. اینا همه خراب کننده یه روح ماست، نیاز به تغذیه داریم. اصلا خدا ما رو یه جوری یه کاری با همون کرده که حتما شهوت شکم پیدا بکنیم، چون تو این فضا میخوای به خدا برسی. معلومه یه ذره غفلت کنی، یه ذره ورزش روحی نداشته باشی، شکم بارگی پیدا میکنی در حد خودت.
معلومه مراقبت نکنی آلودگی به این دنیا پیدا میکنی، دنیا در حد خودش هر کسی رو خراب میکنه. در بهترین شرایط ما زمینه برای بد شدن داریم، در بهترین شرایط دنیا اینجوریه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام خبر آوردن از محبت پیامبر به او، شروع کرد گریه کردن. گفت خب چه گریه میکنی؟ و من نگفتی پیغمبر من دوست داره؟ خب پس چرا گریه نکنم؟ خب واقعا چه ربطی داره؟ اونا ربطشو نمیفهمن، امیرالمؤمنین بی ربطیشو نمیفهمه. نه اینکه نمیفهمه، یعنی این ور بدیهی میدونه. چی از خدا بهش میرسه تزللش بیشتر میشه. دنیا اینجوریه، کیف کردن مال اون دنیاست. اون دنیا رو باید شما یک اون راحتی اون دنیاست. گفت چجوری من به راحتی برسم؟ فرمود امام صادق علیه السلام با مخالفت با هوای نفس. گفت خب کی به راحتی میرسم؟ فرمود اولین روزی که وارد بهشت میشی. خیالش راحت، اولین روزی که وارد بهشت میشی. کسی اگر بنای خودسازی اخلاقی داشته باشه تا به یک جایی برسه نابوده، به مقام معنوی گرفتتش. اول بناتونو بر استمرار بگذارید. یک، بنا رو بر خراب شدن مداوم بگذاریم به خاطر بستر دنیا ها، با اینکه خوبیم. دو، بنامون رو بر این بگذاریم که هیچ وقت از این جریان خراب شدن خلاصی پیدا نمی کنیم. یکی از دلایلی که من با کلمه اخلاق مشکل داشتم چی بود؟ این بود که ایشون اخلاق میگفتن چی؟ میگفتن ملکات نفسانی. حالا من به ملکات برسم از خرابی مگه جدا میشم؟ با ملکه شجاعت خراب میشم، با ملکه نمیدونم چی خراب میشه. نفس انسان مکار بازی میده. بله، در مسیر راه انشالله به ملکات خوبی برسیم، به فضائل بالای اخلاقی برسیم، اما واقعش این است که این مبارزه یک مبارزه مداومه. مثل که غذا خوردن یه فعالیت مداومه. آقا ما چند سالی غذا بخوریم؟ چند سالی نه، نه تو همیشه غذا بخوری. یه روز غذا نخوری که یه روز، نه حالا یه هفته غذا نخوری میمیری. چجور اونا رو دائمی میبینی؟ اینو دائمی نمیبینی. حمام رفتن دائمیه، دستشویی رفتن دائمیه، غذا خوردن، نفس کشیدن دائمیه، خودسازی هم یه جریان دائمیه. خودسازی هم معناش چیه؟ معناش جلوگیری از خرابی. ما دو تا کار باید بکنیم البته، یکی این که جلوگیری بکنیم از خرابی ها، یکی این که رشد بدیم خوبی هامون رو و خوبی های جدیدی به دست بیاریم. اون یه باب دیگه ای داره، اون رو وقتی با این قاطی میکنی شیرین میشه، تلخیش گرفته میشه. وقتی شما به خوبی ها همون نیم نگاه رو داشته باشی، نگاه اصلی تو به خودت بنداز و خرابی های خودت که مداوم هست. مثل اون کسی که گفتم تو آفریقا مدام به جای جارو کردن علف درو میکرد، علف هرزه درو میکرد. بعد یه نیم نگاهی هم به اون خوبی ها داشته باش که باید بهش برسی، نیم نگاه ها که خستت نکنه این فضا. غرق اون خوبی ها شدی، یه وقتی به اون خوبی رسیدی و بازم داری خراب میشی، دیگه غفلت کردی از خرابی ها. تو غفلت نباید بکنی، غفلت از خراب شدن نباید بکنی. حالا این آیه قرآن رو، این آیات قرآن رو ببینیم، ببینیم که قرآن کریم تو این زمینه به ما چی میفرماد. البته اینجا فقط بحث مرتبط به بحث ما نیست، به موضوعات دیگه هم مرتبط. ان الانسان خلق هلوعا، انسان با شتاب حریص آفریده شده. یعنی یه عبارت دیگری از همون عجل است، یعنی میشه سه بار تو قرآن خلق الانسان من عجل. ان الانسان خلق هلوعا، خلق هلوعا یعنی چی؟ انسان فطرتش فطرت الهیه، انسان درش بدی قرار نداره. اینو تو فلسفه اخلاق یا توی انسانشناسی حتما جداگانه مفصل میخونید و ما همینجا یه گپی زدیم با هم در این باره. ولی خلق هلوعا به خاطر بستری است که شما در این بستر خلق شدید. دنیا و شما میشه هلوعا. اینو توش تأمل بکنید یه جایی جداگانه، ببینیم چجوری اینجوری میشه. بعد نتیجه این هلوعا بودن چجوریه؟
اذا مسه الشر جزوعا. خود این خرابی مال اینه که شما در این بستر دنیا قرار دارید، بعد این خرابی رو بهش یه ذره میدون بدی، دو تا خرابی دیگه برات درست میکنه. اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. وقتی که بدی بهش میرسه جزع فزع میکنه. جزع فزع کردن یعنی چی؟ یعنی با ناخوشایندی ها خوب برخورد نمیکنه. خود این بده، خود این آدمو میذاره دوباره توی بدی دیگه. مثلا عامل برای شر پیدا بکنی فوشش میدی، کینه‌شو پیدا میکنی، انتقام میخوای بگیری. عامل برای شر پیدا نکنی، یه وقتی دی مایوس بشی، از خودت متنفر بشی، اعتماد به نفس تو از دست بدی، خودت هم بهش نگاه نکنی، به خدا معتقد بشی، یه وقتی دی به خدا اهانت کردی، با خدا در میفتی، بالاخره اذا مسه الشر جزوعا سبب مشکلات دیگه ای میشه. شتاب زده میخوای مشکل رو برطرف بکنی، عجولانه میخوای مقدماتی فراهم بکنی مشکل دوباره تکرار نشه، به هم میریزی، به هم نریزی، خیلی از کارا رو درست میکنی. آقایون، یکی از توصیه های اخلاقی فوق العاده قرآن که کمتر مطرح میشه، تو روایات هم هستا، ولی من کمتر دیدم به هم دیگه اینا رو توصیه کنیم، تو کتاب های اخلاقی هم کمتر دیدم. جزوعا، اولین نتیجه بدی طبیعی انسان حلوعا. این مثل قرآن بخوایم اخلاق بگیم اینجوری میشه دیگه، ولی بخوایم بریم سراغ ملکات، گیر ملکات بیفتیم، یه دفعه یه ویژگی هایی رو بهش گیر میدیم، اصل قرار میدیم، یه رفتارهایی که اصل غفلت میکنیم. جزع نکنید، به هم نریزید. نقطه مقابل جزع نکردن، حتی نقطه مقابل حلوعا، هر دو صبره. شما ایرادتو ببین فعلا، نگو وای صبر چقدر چیز خوبی ها، خوبه گاهی بهش برسیم. نه، تو حالا اشتیاق به صبر پیدا کردن کار سختیه، نمیتونی پیدا کنی. تو راحت میتونه حالت به هم بخوره از حلوعا بودن و جزع و فزع کردن. اینا رو نگاه کن، این بیشتر داره تو انگیزه ایجاد میکنه تا صبر. صبر خوبه ها، بله بله صبر خوبه، ما چقدر آروم میگه خوبه، غیر خوبه. نه، اونقدر با اشتیاق میتونم بگم خوبه، ولی شما اونقدر میتونی با اشتیاق بگی وای حالم به هم میخوره از جزع و فزع کردن. این به سرعت بیشتری میتونه در وجود انسان انگیزه ساز باشه. لذا بهش توجه کن، خدا آدرس میدین اینجا نها کن. اذا مسه الشر رو منوعا جزوعا، چون بابا دنیاست اینجوریه ها. و اذا مسه الخیر منوعا، هر لحظه خراب میشی، خیر بهت میدن بازم خراب میشی. اصلا چیه دنیا هست که آدمو خراب نمی کنه؟ چیه دنیا هست که آدمو خراب نمی کنه؟ این بستر چون شما درش قرار داری مدام داره شما رو خراب میکنه. خیر بهت میرسه خسیس میشی، بخیل میشی، دیگه حالا نمیخوای به کسی بدی. شما دقت کنید ان شاء الله خداوند متعال و قرآن کریم شما رو بینا بکنه به این وضعیت. چند بار تا حالا منوعا شدید شما؟ بگید آمار، بگید عمرتون تا حالا چند بار تجربه دارید منوعا شده باشید؟ یه رقم بگو، همینجوری مال همسایه بگو. چند بار توی مثلا 5 سال اخیر چند بار اینجوری شدید؟ بار خوبه، چند بار چی بود؟ یه پیست و پیستی شنیدم 20 بود، چی بود؟ بیشتر از 20 تا. چقدر؟ واقعا چند بار؟ هر لحظه ما منوعا هستیم، هر لحظه جزوعا هستیم. آمارش بالاست، شما مراقبت از نفس بکنید، هر لحظه بعضی همچی پلیدی هستیم مدام. جوانها با صفان، ولی خیلی طول میکشه تا از جزوعا و منوعا، این دوتا ویژگی که حتی برای جوانها بیشتر هست، نجات پیدا کنن. البته 10 سال اول بیشتر جزوعا هستن، 10 سال دوم هم منوعا هستن، 10 سال سوم هم که دیگه نیستن. اصلا حیات پرتراوت
انسانی دیگه 10 سال اول بعد از تکلیف ها، نه 10 سال اول زندگی. مثلا تا 25 سال، تا 30 سال، تا 25 سال جزوعاست، از 25 سال تا 35 سال منوعاست. حالا 10 سال من تقریبی میگم، اینم خداوند متعال اینجا اول جزوعا رو آورده، این تو جوونا خیلی بیشتره، منوعا هم هست. حالا بعضی از جوونا دیگه فوق حرفه‌این، مثل یه پیر 50 ساله خسیسن توی 18 سالگی 20 سالگی اون دیگه بابا ایول داره دیگه، اون دیگه کیه که تونسته خودشو به این سرعت به این نقطه از رزالت برسونه. جوانها کریمن، ولی نمیشه به این سادگی گفت جوان جزع نکنه. جزع میکنه، بیتاب میشه، شتابانه به سوی رسیدن به منافع خودش از راه غلط، دیگه راه غلط انتخاب میکنه دیگه. خب این بدی تو وجود انسان هست، با چی این بدی از بین میره؟ خلق الانسان حلوعا، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. پس ما قطعا هممون خرابیم دیگه، بعضمون خرابه و هر روز داره خراب میشه. الا المصلین، مگر کسانی که نماز میخونن. حالا نماز چرا در بین همه اعمال بازدارنده است؟ چرا؟ یه حرفی روز اول زدیم که نقطه آغاز حرکت ما، امروز هم تو مقدمه گفتیم، ایمان به خداست و مدام باید این ایمان تقویت بشه. ایمان که تقویت شد هدف رو میبینی، هدف برات جاذبه داره، هدف وقتی برات جاذبه داشت راهش هم باز میشه در روحت برای حرکت کردن به سوی این هدف. و هیچ عملی مثل نماز غیر دنیایی نیست، حتی روزه هم مثل نماز نیست. نماز به دلیل خصوصا تکرارش خیلی غیر دنیاییه، به دلیل کاملا بی ربط بودنش. وقتی خدا میخواد عوامل دنیا رو حذف کنه و فقط خودش رو در یک مناسکی نشون بده و توجه تو رو جلب بکنه به این که ببین تو فقط این کار رو به خاطر امر مولا داری میکنی، پس اینجا باورت بیش از هر جای دیگه باید بشه که مولایی هست. با نماز ایمان انسان تقویت میشه. وقتی که ما گفتیم که ما با هم به این نتیجه رسیدیم ایمان اصل اصلاح آدمه، میشه عمود خیمه دین، میشه نماز. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، از فحشاء و منکر انسان رو باز میداره. چرا؟ چون ایمان رو تقویت میکنه. پس اولین کاری که میکنیم در تقویت خرابی های خودمون تقویت ایمانه. لذا میفرماید الا المصلین. آخرش رو میگه، آخرش چند؟ آقا ما باید با ایمان درست بشیم. میتونست بفرماید الا المؤمنین، همون منظورش همینه، الا المصلین منظورش یعنی همون الا المؤمنین. مون تا عملیاتیش میکنه دیگه که زیاد گیج نشی. میفرماید چی؟ الا اون کسانی که ایمانشون تقویت میشه. خب با نماز تقویت میشه دیگه، بگو این الا المصلین، آخرشو بگو الا المصلین. بعد میفرماید این مصلین کیا هستن؟ جالبه، بقیه توصیفات مال مسلینه، نه مال مثلا بفرمان الا المسلین و صابرین و المتصدقین و نمیدونم چی چی و نمیدونم. نه اینجوری نمیفرمان، الا المسلین، مسلین این ویژگی ها رو دارن، وقت ویژگی های اخلاقی دیگر رو ذکر میکنه. جالب نبود بر اساس اون گفتگوی که ما تا حالا داشتیم اصل حرکت و بستر حرکت ما ایمانه؟ وقت ایمان این مسائل رو برای ما ایجاد میکنه. الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونایی که دائم نماز میخونن. ببینید ما توی نماز گفتیم مهمترین نکته نماز که ایمان افزاست دوامشه. اگه گاهی بخونی اثر نداره روتا، دوامش باور آدمو میبره بالا. والذین فی اموالهم حق معلوم، مسلینی که انفاق میکنن، حالا غیر مسلم باشه انفاق بکنه، این خرابیاش درسته میکنه، این داره خوبیاشو خفه صدا خفه کنه، وجدانش میگذره. چون آدم دوست داره خوب باشه دیگه، آدم دوست داره خوب باشه. چون آدم دوست داره خوب باشه وقتی خراب میشه باید وجدان خودش رو جوری خفه کنه. بعد بعضیا برای اینکه صدا خفه کن بذارن برای وجدان خودشون 4 تا خوبی هم انجام میدن، برای اینکه صدا خفه کن بذارن برای
وجدانشون. حالا امان از اون وقتی که بعضی ها صدا خفه کن میخوام بذارن برای ایمانشون. میفرماد اونایی که بدعت میگذارن در دین گریهشون تضرعشون در عبادت بیشتر میشه. حالا اون حرفی که اول زدن، یه انباشتگی از بدی در درون خودش نگه میداره، بعد به واسطه تقوا نمیذاره، رندانه نمیذاره ها، نه خدا پرستانه، نمیذاره اینا بروز پیدا بکنه. این بدی های انباشته شده در درون وقتی بروز پیدا نکردن تو کنترل کردی، تو خودت حس خوبی از خودت پیدا میکنی. منم گفتم برای اینکه زیاب این حس خوبو بزنی باید بگی من همیشه چی هستم؟ جزء خوبا هستم یا بدا؟ خراب شوندگان هستم. من همیشه در حال فاسد شدنم. یه این خیلی مهربانانه شه دیگه، والله تو که باید بگی من خرابم مثلا هیچی. ولی دیگه خیلی کوتاه بیایم مامان تحویلت میگیره و اینا دیگه پسر دانشجو خوبی شدی و اینا دیگه هیچکی نمیتونه بگه بالا چشمت ابروه، ما میترسیم چیزی بگیم، میگیم لااقل بگو جز خراب شوندگان هستم، ولی خودتو که باید بگی جز خرابا هستم، مثلا خرابم الان، اوضاعم خرابه. خب کیا صدقه میدن خوبه؟ اونایی که مسلین هستن صدقه میدن رو ایمان به خدا. چی؟ و یطعمون الطعام علی حبهی، رو اون حساب. و فی اموالهم حق معلوم، همیشه صدقه میدن، نه هوسی، برنامه دارن برای صدقه. چقدر جالبه. للسائل والمحروم، برای سائلی که خودش میاد یا برای محرومی که محرومیت داره، اون گدایی نکرده، این برای بهش میده. والذین یصدقون بیوم الدین، کسانی که قیامت رو چکار میکنن؟ تصدیق میکنن. ایمان به خدا انسان رو وادار میکنه به نماز، تصدیق قیامت. وقتی که شما وادار شدید به نماز، کم کم ایمانتون افزایش پیدا میکنه. وقتی که کمی از پولاتم خرج کردی، کم کم به خاطر او ایمانت صدقه دادی، ایمانت افزایش پیدا میکنه، قیامت رو هم باور میکنی. باور کردن قیامت خودش یه مرتبه ایست که انسان باید بهش برسه. بعدش چی میشه؟ والذین هم عن عذاب ربهم مشفقون، قیامتی که باور کردی بعد عذاب الهی رو ازش میترسی. ان عذاب ربهم غیر مأمون، یه حس عذاب که باید در دلها پدید بیاد اون رو اعلام میفرماد. میفرماد این عذاب کسی ازش امنیت نباید داشته باشه، کسی ازش امنیت نداره. یعنی تو هم اینجوری بگو، نگو یه عذابی هست، یه عذابی اونجا هست، اونجا هست، دست تو چه پرت میکنی؟ گم بالا همسایه هست. نه، عذابو برای خودت باید تصور کنی. دیگه من چون زورم نمیرسه حرف بزنم، دعا میکنم خدایا احساس این که ما قطعا میریم تو عذاب جهنم در ما ایجاد بگردن، بدون اینکه بد باشیم. خدا تو قرآن میفرماد ان منکم الا واردها، بلا استثنا همه شما وارد جهنم میشید. حتی حضرت امام فرمود که از پیامبر اکرم پرسیدن شما هم وارد جهنم میشید؟ ما هم وارد جهنم میشیم، منتها ما اون لحظه که وارد میشیم جهنم خاموشه. یعنی همین تجلی این دنیا، یعنی رابطه ای که این دنیا با ما برقرار میکنه و ما خراب شوندگان هستیم، ما خوبان خراب شونده هستیم. ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون، کسانی که عفت دارن. الا علی ازواجهم او ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. خب غیر از اینها دیگه کی؟ والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، رعایت امانت و عهد میکنن، نمازخونهایی که اینجوریان. والذین هم علی صلاتهم یحافظون، ببینید اولین نکته دوام در نمازه، این فضیلت ها رو به ما میده. بعد محافظت از نمازه، که محافظت احتمالاً به اسرار باطنی نماز بیشتر میرسه. اولئک فی جنات مکرمون، اینها در بهشت مورد اکرام پروردگار عالم قرار میگیرن. پس ما توی زمینه خودسازی خلق الانسان حلوآ رو باید در نظر بگیریم. خلق الانسان
ببخشید ان الانسان خلق هلوعا، این مغایر با اصل فطرت ما نیست. ما چون در بستر این دنیا خلق میشیم، این وضعیت برای ما پیش میاد، یک جریان مستمر خودسازی اخلاقی و خراب شدن ما هم یه جریان مستمره. یه لحظه نباید خودمون رها کنیم. من پیشنهاد میکنم اصلا شما دنبال این راه نرید، یک تمومی نداره که. ولی که چی آخه آدم یه امیدی داشته باشه؟ به شما میگفتن آقا بیاد دانشگاه درس بخونید، هیچ وقت مدرک نمیدیم، همینجوری باید درس بخونیم. میگفتن آخه بابا بالاخره که چی، میگم برو خواستگاری بدون ازدواج، همینجوری برو خواستگاری تا آخر عمر، اون کلافه میشه، ایمان نداره. من پیشنهادم اینه که آدم حسابی دنبال اخلاق نمیره، چون اخلاق اینجوری که گفتن عمدی نداره، همینجوری تو آدم میشه خودتو بسازی. به نظر من زیاد اخلاق خوب نیست، زیاد رشد خوب نیست، این استمرارش خیلی بده. یا حداقل رشد خودتون رو تا یه جایی متوقف بکنید، اون وقت موجودات خیلی وحشتناک خواهید شده، چیزای ملسی میشید برای شیطان که بهتر از شما برای ابلیس نیست. من یک کمی هم از طرف شیطان حرف زدم که به جلسه که دیگه هر دو طرف و عدالت اخیراً اینجوری ترجمه میشه که بین حق و باطل باشی نه به حق رفتار بکنی دیگه. حالا انشاءالله که خداوند متعال بدیهای ما رو به ما نشون، آخه خدا چجوری بدیهای ما رو به ما نشون بده؟ خدایی که ما رو دوست داره، خدایی که بدتر از مادرهای ما بهتره نسبت به ما، دوستمون داره دیگه. مادرهای ما دلشون میاد ای به بچهشون بگیرن، ای به بچهشون ببینن، ای به بچهشون بیارن جلو چشمش. خدا اینقدر نسبت به ما مهربانه، نتیجه درست بگیرم، اینقدر به ما مهربانه، تا شما با خودت نامهربونی میکنی خدا جبران میکنه. ما میگی من وضعم خرابه، میگه نه عزیز دلم، نه نه، بغلت میگیره. تا میگی الهی العف، آقا نمیدونی خدا برات چیکار میکنه. مامانه دیگه، اینقدر بندشو دوست داره. تا میگی من وضعم خرابه، درستش میکنم عزیزم، درستش میکنم. چرا آدم از این محبت خدا بهره نگیره؟ چرا آدم این محبت رو ممنوع بکنه از خودش، ممنوع بکنه؟ آخه دیگه غیر عقلانی رفتار کردنه. خدا نسبت به بندگانش واقعا رحمان و رحیمه، تردید نکنید و بی تردید این راه رو اینجوری طی بکنید. اصلا میخواید عزیز خدا بشید، از جهنم صحبت بکنید. عزیز خداوند متعال میخواد بشید، خدایا عذاب تو کسی امنیت نداره. آه خدا چیکار میکنه اینقدر امنیت میده؟ از دریا دریا، بیکران بیکران، اقیانوس اقیانوس، رحمت خدا استفاده کنید با سختگیری نسبت به خودتون. منتها سختگیری رو در آغوش خدا انجام بدید. میگه آقا شما اینقدر به ما میگی علیه خودت علیه خود، خودم افسرده میشه، مایوس میشه، اعتماد به نفسشو از دست میده. نه، تو در آغوش خدا این کارو بکن، در محضر خدا این کارو بکن. میبینی که خدا رو که کور که نیستیم، که میبینیم که ما رو داره دیگه، هوامونو داره، بلافاصله ما رو نوازش میکنه. خدا نشسته که چیکار کنه؟ آرزوهای ما رو تامین کنه. فقط تو درست آرزو بکن. باید داریم هر چی بنده خدا نیت کنه خدا بهش میده. نشده کسی چیزی نیت بکنه خدا بهش نده. راه اینه که تو به عنوان یک موجود خراب شونده هی از خدا بگی خدا من میخوام این خرابی از بین بره، من میخوام ببینش، شما ببین یه بار، ببین این خرابیه رو. الهی العف، 70 بار روزی پیامبر گرامی اسلام استغفار میکنه یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. اصل خراب کردن، خراب شدن ماست و ما با خدا کار میکنیم، تنها که نیستیم. الهی العف، تا اون لحظه آخر
ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم به زینب کبری میفرماد که خواهرم در دعا منو فراموش نکن، مراقبتش در اون لحظه آخر هست. عادت میکنه روح به مراقبت، روح به مراقبت عادت میکنه. چه چیزی فرح بخش تر از این پاسخ خداوند متعال به بنده ای که دوستش داره این بنده رو و میبینه این بنده ناراحته؟ اصلا خدا کاری نداره، ماماناتون اینجوری نیستن، مامانای شما هزار تا کار دارن، هزار تا گرفتاری دارن، هزار تا بدبختی دارن، بعد به فکر خودشون باشن، ناتوانایی ها دارن، 24 ساعتی که به فکر شما نیستن. وقتی خوابه که دیگه به فکر نیستی، فکر نمیکنی که، خوابه دیگه. ولی خدای شما هیچ وقت از فکر شما غافل نمیشه، هیچ وقت، همش همجوری نگران. اصلا لطف هم اینجوریه ها، اصلا محبت نه یه رابطه حقوقی با شما برقرار بکنه. رابطه حقوقی چیه؟ کی اون رو موظف کرده؟ کی میتونه اون رو موظف بکنه؟ نه او غیر مسئوله، او اصلا سوال نمیشه ازش کرد، کسی نمیتونه ازش سوال کنه. مدام مراقبه. خب البته خبر نمیدونم تأسف برانگیز، درد مندانه، خوشحال کننده بگم، با اینکه خدا تمام این نگاهی که به خلقش داره به امام زمان هم داده که بیا تو هم همینجوری همین نگاه داشته باش. او هم مراقب ماست، او هم ما رو دعا میکنه، او هم چه احساسی نسبت به ما داره. خیلی عجیبه امام زمان علیه السلام، خیلی عجیبه. اصلا لازم نیست ما به فکر حضرت باشیم، حضرت به فکر ما هست. اگه میخواستی به فکر حضرت باشی تا حضرت برات دعا بکنه، نمیخواد، حضرت برات دعا میکنه. یکی از رفقای ما میفرمودن که بهجت یکی از رفقایی که نزدیک ایشون بودن همیشه، یعنی یه مدتی چند سالی اصلا زیر بغلای آقا رو میگرفتن، ایشون میفرمودن مثلا آقای بهجت گفته بودن که به ایشون گفته بودن اینا اشتباه میکنن، اینا بی خود التماس دعا به من میگن، من برای همه شون دعا میکنم، خود دعا بی خود التماس دعا میگن. چون خودشون تحلیلشون این بود که آقا برمیگشتن نگاه میکردن، فرصت که بهشون میدادن نمیدادن جلو، برمیگشتن به همه نگاه میکردن، انگار ثبت میکردن که ایشون براشون دعا کنن. دفترشون هم که میدونید اسم می نوشتن برای آقا، اسم رو می دادن ایشون براشون دعا کنه. آقای بهجت اینجوری، امام زمان چجوری؟ اصلا نمیشه مقایسه کرد. جالبه، من دو سه تا روایت دیدم از امیرالمومنین، از امام صادق علیه السلام، از رسول گرامی اسلام، هر جا امیرالمومنین فرموده ما شما شیعیان دوست داریم، بلافاصله بعدش مثل اسم امیرالمومنین که ما میگیم علیه السلام هم کنارش میگیم، همیشه اسم دشمنان رو میبریم لعنت الله علیه کنارش میگیم. از اینکه رسمه تو کلام ائمه معصومین، هر موقع میگن ما شما رو دوست داریم، بلافاصله بعدش میگن میفرمان که و خدا بیشتر از ما شما رو دوست داره. حالا ای برامون جا بیفته. ما اگه میریم تو جلسه روزه برای اهل بیت گریه میکنیم، اصلا ما هنر نکردیم که. اصلا بچه ها مصیبت نمیفهمن یعنی چی. ما بچه ایم چه میفهمیم مصیبت یعنی چی؟ اصلا یه بچه باباش دیدید شما، بچه باباش از دنیا رفته، همه گریه زجه، بابای جوونش، بچه های دیگه میانی شروع میکنه تو حیات با اینو بازی کردن، تو عالم خودشه، چه کوچولو نمیفهمه که. بعد گاهی مرسه این بابای من کو، بابا تو نمیفهمید چه فاجعه ای رخ داده. ما هم مصائبی که بر اهل بیت رفته نمیفهمید، مگر اینکه خیلی بزرگ بشه، و الا روزهای وحشتناکی برای خودمون میخونیم، میگیم بچه ها ریختن مادر رو زدن، بچه ها ریختن سنگ به بابا زدن، بچه ها ریختن بابا که از خودشون قوی تر بود، بهشون مهربان بود، تناب به گردنش بستن. نمیشه این کلماتو گفت.
اون عارف اومده بود کنار قبر ابا عبدالله الحسین، میگفتن یک ساعت ایستاده بود داد میزد، هی امام حسین رو قسم میداد، ای امام حسین به حق پهلوی شکسته مادره، ای امام حسین به حق بابات علی، ای امام حسین به حق داغهای دل زینب، ای امام حسین، اینا رو میگفت. مردم یه کم کم متوجه شده بودن، هی زجه میزدن چی میخواد بگه. و ای امام حسین یه درخواست ازت دارم، روز قیامت از شمر شفاعت نکن. این میخواد بگه امام حسین چه قلب رعوفی داره، امام حسین از شمر شفاعت نکن. برای مصیبت یه همچی کسانی مردن اینه، اصلا متوجه نبودن این مصائبه. آخه این مصائبه من میشه متوجه، مصائبی همچی کسانی من میشه متوجه شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو متوجه بدی هامون بگردان، ما رو مراقب خراب شدن هامون قرار بده، ما رو بصیر نسبت به عیوبمون بگردان، ما رو از مراقبت دائم دچار خستگی نکن. خدایا توبه و استغفار در زبان و حال و گفتار ما زیاد بگردان، توبه ها و استغفار ما رو بپذیر، در فرج مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.